سلام، من علی بختیاری ام و اینجا آلتراس. خوش اومدید به پارت 23 از تئوری موسیقی با موضوع انواع فاصله نوشتاری. بریم که تو این ویدیو پرونده فاصله نوشتاری ها رو ببندیم و از ویدیوهای دیگه بریم سراغ فاصله های شنیداری و موضوعات دیگه فواصل. اساساً فاصله های نوشتاری بر اساس نوع نوشتارشون یا اجراشون و فاصله بین نوت ها، کم و زیاد شدن فاصله ها، دستبندی های مختلفی روشون انجام میشه. بریم با اولین دستبندی آشنا بشیم. توی اولین دستبندی فاصله ها به دو دسته تقسیم میشن: فواصل ساده و فواصل ترکیبی. و تفاوت این دو دسته در میزان فاصله بین دو نوت. این یعنی چی؟ خیلی مختصر و کوتاه، اگر که فاصله بین دو تا نوت کمتر از یک اکتاو باشه یا حتی خود یک اکتاو، بهش میگن فاصله ساده. یعنی چی؟ فاصله یکم تا هشتم، یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، اینا میشن فاصله های ساده. دیگه از این که بیشتر شد بهش میگیم فاصله های ترکیبی. یه مثال هم براش بزنیم. من الان دوتا میزان میارم. توی میزان اولی فاصله بین دو تا میه، توی میزان دومی هم دوباره فاصله بین دو تا میه، اما با هم فرق دارن. تو اولی دو تا میه همون اکتاوه، توی دومی دو تا میه یه اکتاو بالاتره. خب بشماریمش. تو میزان اول میگیم دو ره می، فاصله سوم بین یک تا هشته، پس فاصله ساده است. توی دومی دو ره می فا سول لا سی دو ره می، فاصله میشه 10 تا. پس این فاصله چون بیشتر از 8 ترکیبیه. حالا یه نکته مهم هم این وسط وجود داره، اونم چیه؟ زمانی که فاصله بین دو تا نوت بیشتر میشه و تبدیل به ترکیبی میشه، مثل چی؟ مثل همین دو تا می، فاصله سوم بود، می رو یه اکتاو بردیم بالا، شد فاصله دهم. باز میتونم من میار ببرم بالا و این فاصله تغییر بکنه، بشه مثلا فاصله 17م. اوکی، هرچی میره بالاتر، درسته که اختلاف زیر و بم صدا تغییر میکنه و این بازه داره بزرگتر میشه، اما رنگ صوتی و ژن اون صدا آنچنان تغییر نمیکنه. در واقع شبیه همون فاصله سومه، انگار که اینا کپی هایی از اون فاصله ساده، این فاصله ترکیبی ها. پس تو فواصل ترکیبی فاصله ساده شون هم مهمه، مخصوصا تو بحثای تخصصی. دوباره مثلا اون مثال هارمونی که همیشه میزنم، علاوه بر این که تو فاصله ترکیبی رو حساب میکنی، فاصله سادش هم بهتره که بدونی در واقع اصل این فاصله چی بوده، ماهیت و ژن اصلی این فاصله چی بوده. تو به هر دو تا دیدگاه تو بحث تخصصی موسیقی نیاز داری. حالا برای این کار چیکار بکنیم؟ نیاز نیست به رونوت هی دونه دونه بیاری پایین یا اکتاو اکتاو بیاری پایین. با یه جمع و تفریق با عدد 7 کار در میاد. یعنی چی؟ فاصله ترکیبی رو که میبینی منهای 7 میکنی تا به فاصله ساده برسی. الان همین دو تامی که فاصلش 10 بود، منهای 7 کنی 10 میشه 3، به فاصله ساده میرسی. یه مثال دیگه هم بزنیم که این قضیه عملی براتون جا بیفته. الان من فاصله 2 تا ره دارم، ری که خیلی بالاست. اصلا قیافه فاصله تابلوه که این فاصله ترکیبیه. خب من چه کار بکنم؟ نمیخواد بشمارید، من فاصله رو بهتون میدم. فاصله این دوتا اون ره میشه 16، فاصله 16 هم. اوکی، حالا من میخوام فاصله ساده رو به دست بیارم، چه کار میکنم؟ میام 16 رو منهای 7 میکنم، میشه فاصله 9. هنوز ترکیبیه، دوباره منهای 7 میکنم، میشه فاصله دوم. آهان، ماهیت بین فاصله دو تاره فاصله دومه. فرقی نداره اینا چقدر فاصله دارن با هم دیگه، هر چقدر که لازم بود منهای 7 میکنی تا به عدد سادش برسه. حالا حساب کتاب کردم، فهمیدم این فاصله ماهیتش فاصله دومه. راجع به رنگ صوتی و ژن صدا گفتم. اصولا فاصله دوم یک فاصله دیسونانسه. من راجع به فواصل دیسونانس هنوز صحبت نکردم، توی موضوع فواصل شنیداری راجبش حرف میزنم. به صورت کلی فواصل دیسونانس فواصلی هن که از نظر صدایی صدای ناپایداری دارن. وقتی که همزمان دوره و با هم فشار میدی کنار هم،
قیافت اینجوری میشه، یه ذره معماگونه است قیافت، صدای خیلی پایدار نرم و لطیفی نداره. اصولا به این صداهای ناپایدار میگن صداهای دیسونانس. اوکی، پس دیگه فرقی نمیکنه من فاصله دو تا رم اگر نهم بود و اگر 16 بود باز دیسونانس بود. به خاطر اینه که میگم ماهیتشون از فاصله ساده میگیره. این دیگه تو اون بحثای تخصصی موسیقی مهم میشه. پس حتما یادتون نره که فاصله ساده رو هم حساب بکنید. یه نکته دیگه هم بهتون بگم. اون جمع و تفریق 7 بود که منهای 7 میکردیم تا به فاصله ساده برسیم. یه کاربرد دیگه هم داره. زمانی که فاصلتون خیلی بزرگه نیاز ندارید دوباره دونه دونه بشمارید. توی ویدیو قبل راجع به فاصله و معکوسش گفتیم، یه راهکار دادیم که با در واقع کم کردن معکوس فاصله از 9 خود فاصله رو به دست میارید. یه راهکاری بود که سرعت میداد به حساب کتاب کردن فاصله. ما اینجا همون راهکار داریم با استفاده از این عدد 7. مثلا تو این دو تا ر رو میبینی انقدر فاصله رو، میگی اوکی دو تاره که بغل هم فاصله دومه، به اضافه 7 میکنم میشه 9، تازه میرسه به خط چهارم 5 خط، دوباره به اضافه 7 میکنم میشه 16. آها رسید به اون ره باله. اینجوری خیلی میتونی سریعتر فواصل ترکیبی رو حساب کتاب بکنی. این شد فواصل ساده و ترکیبی. دستبندی بعدی به اندازه ساده ترکیبی ها توضیحات نداره، خیلی ساده است. مربوط میشه به نوع نوشتار نوت ها و یا نوع اجرای نوت ها. ببین من دوتا نوت الان میارم برای نوت فا و نوت دو. به من بگو فاصله چندومه؟ فا، سول، لا، سی، دو. فاصله پنجمه. خیلی خوب. نوت ها به چه شکلی نوشته شدن؟ به صورت متوالی، یعنی پشت سر هم اجرا میشن. اول فا اجرا میشه، بعد نوت دو اجرا میشه. اوکی. زمانی که نوت ها به صورت متوالی نوشته میشن یا افقی دیده میشن، فاصله که بینشون رو بهش میگیم فاصله ملودیک. اصلا این حالت افقی و نوت های متوالی حالت ملودیکه. حالا میخواییم فاصله شو حساب کنیم، یه ملودیک به عنوان پسوند بعدش میذاریم. فاصله چند بود؟ پنجم. میگم فاصله فا تا دو تو این مثال پنجم ملودیک. حالا تو این یکی مثال همچنان نوت ها همون فا و دوه، فاصله هم همچنان پنجمه. چه فرقی کرد؟ نوت ها زیر هم نوشته شدن، یعنی این نوت ها همزمان با هم اجرا میشن، ترتیبی نیست، اول فا اول دو نیست، فا و دو با هم اجرا میشن در یک زمان مشخص. خیلی خوب. زمانی که اینجا نوت ها عمودی نوشته میشن و دیدگاه به جای افقی عمودی داریم، این حالت حالت هارمونیکه. پس فاصله شو اینجوری میگیم، میگیم اینجا فاصله فا تا دو میشه پنجم هارمونیک. پس یکی دیگه از دستبندی های فواصل شد فواصل ملودیک و فواصل هارمونیک. حالا موقع تمرین خونه چی کار میکنی؟ رندوم دو تا نوتو برای خودت مشخص میکنی، حالا یا توی ذهنت یا روی 5 خط. وقتی مشخص کردی همه دستبندی ها روش اعمال میکنی، شروع میکنی تحلیل کردن فاصله. فاصله ساده است، ترکیبی، ملودیک یا هارمونیک، همه اینا رو میذاری کنارش. عدد فاصله هم که اصلا اول کاره، حساب میکنیم اول عدد فاصله چنده. مثل همون مثال دو تا می که براتون آوردم، فرض کن با خودم گفتم دو تا می. اوکی، عدد فاصله رو حساب میکنم، دو ر می، سه تا. ترتیبی چجوریه؟ فاصله ملودیک، میگم فاصله سوم ملودیک. فاصله ساده است و ترکیبیه، ساده است، تموم شد و رفت. اینم از این. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. قرار به زودی 500 تایی بشیم و یه آفر براش گذاشته بودیم. اگه ویدیو قبل رو ندیدید، زمانی که 500 تایی بشیم به 5 نفر به قید قرعه کلاس رایگان رفع اشکال یک جلسه تقدیم میشه. پس اگر تا الان هنوز سابسکرایب نکردی یادت نره که این کارو انجام بدی. دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگه فعلا.